سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ فصل بعدی دورم و ما از مبحث گیت دو فصل باقی مونده که بعدش انشاءالله بریم سراغ پارت دوم این دوره، یعنی گیت هاب. این فصل که احتمالا 3 جلسه طول بکشه، میخوایم راجع به استشینگ صحبت بکنیم. استشینگ چی هست و به چه دردی میخوره؟ خب من یه سناریو رو اینجا مطرح میکنم، بعد میریم سناریو رو در عمل هم انجام میدیم و ببینیم که در حقیقت چه اتفاقی میفته و استشین چه کمکی به ما میتونه بکنه. پس یه پروژه رو شروع کردید و یه تغییراتی رو میدید، یه کامیت میزنید، تغییرات رو ذخیره میکنید. سلام، اینجا تصمیم میگید یک فیچری رو به سایتتون اضافه کنید. پس میاد یه برنچ میسازید و تو اون برنچ شروع میکنید کار کردن روی اون فیچره. حالا تصور کنید که به هر دلیلی یهویی یه مسئله پیش اومده تو برنچ اصلیتون، یعنی مستر، و ازتون خواسته میشه که برگردید روی مستر کار کنید. فرض کنید مثلا اینجا یه فیچریه، مثلا چه میدونم فیچر چت بات. خب اینجا هم که مستر بود، به هر دلیل گفتن که برگرد برو مستر. حالا اینجا سوال پیش میاد، تکلیف تغییراتی که اینجا من دادم چی میشه وقتی میخوام برگردم و کامیت هم نمیخوام بکنم؟ میخوام فقط یه لحظه برگردم تو مستر یه چیزی رو تغییر بدم، دوباره بیام سر کار خودم روی چت بات کار کنم، اما نمیخوام کامیت کنم. تکلیف چیه؟ دو تا سناریو اونجا اتفاق میفته دوستان. من دو تا سناریو اینجا می‌نویسم، بعد می‌بینیم در عمل همین دو سناریو با هم می‌بینیم. سناریو اول چیه؟ این که تمام اون تغییراتی که من توی برنچ چت بات دادم با هم منتقل بشه تو برنچ مستر. این یه سناریو. پس یکیش اینه که منتقل بشه با من به برنچ جایی که دارم میرم. سناریو دوم چیه؟ اینکه گیت اجازه نده اصلا برم، بگه که دوست عزیز کجا میری؟ شما یه فایل رو اینجا دست دادی، من نمیتونم اجازه بدم بری. تکلیف این فایل رو روشن کن. اول تکلیف این فایل رو روشن کن، بعد هر جا دوست داری برو. به خاطر بحث کانفلیکت بچه ها، چون انتظار داره کانفلیکت اتفاق بیفته. چی نوشتم؟ کان آه یا از فلیکت، چون امکان داره شما وقتی میبینید تو مستر دارید باز رو همون فایل ها کار میکنید، خب، و اینجا احتمال کانفلیکت هست. پس اینجا احتمال داره گیت اجازه نده که شما برید. بریم هر دوتا سیناریو رو با هم دیگه یک بار ببینیم و ببینیم چی میشه. خب بیایم داخل وی اس کد. من یه فایل درست میکنم به نام index.html. امیدوارم که با HTML و CSS آشنا باشید. main.css. خب داک میزنم، CSS رو بهش وصل میکنم، یه تایتل برای سایت هم میذارم، مثلا میذارم اسم کانالم رو مینویسم، بعد یه دونه پاراگراف میذارم، همین کافیه. CSS هم نمیدم، میخوام سناریو اول بهتون نشون بدم، حالتی که اجازه میده شما بیاید برنچ مسته ولی تغییرات هم با خودتون بیارید. خب بذار من اینو توی بروزر رام بکنم با هم ببینیم.
خیلی خوب، الان تغییرات داد توی بروزر هم میبینید، یه تایتلی گذاشتم و یه پاراگراف. حالا من اینجا تصمیم میگیرم برنچ هم رو عوض کنم. خب اول کامیت هم رو بزنم، بذارید اول کامیت کنم، گیت اینشیت رو میزنم، گیت اصلا نمیخواد، گیت کامیت داش ای ام استارت پروژکت. باز داره اذیت هم میکنه. تغییرات داده شد و کامیت هم که زدم. حالا بیم بالای صفحه، من اینم ببندم که صفحه باز بشه. حالا من اینجا سویچ میکنم میرم روی برنچ دیگه. خب گیت سویچ داش سی، مثلا اسمشو چی بذاریم؟ مثلا بذاریم گیرین. میخوام سایتم رو سبز کنم به هر دلیلی. خب مثلا میخوام یه فیچریه، میخوام سایت رو سبزش کنیم. میام تو CSS میگم که بادیم بگیان کاللش رو بکن گیری. خب نه این گیرین خیلی روشن، یه ذره تیره تر. و اچیک تایتل هم کالرش رو بکن وایت. خب حالا من اینو اصلا کامیت نمی کنم، میخوام برگردم مستر. یه اتفاق افتاده، میخوام برگردم مستر، ببینیم اجازه میده یا نه. پس میگم گیت سویچ مستر. من توی برنچ مستر، بچه خاطرتون باشه، خب این تغییرات رو نداشتم. خب در حالت عادی وقتی برمیگردم مستر نباید اون تغییرات رو ببینم، اما اینجا میبینم. نگاه کنید، عملا تغییرات از برنچ گرین منتقل شد به برنچ مستر. چرا؟ چون توی برنچ مستر من تو فایل main.css هیچ کاری نکرده بودم، هیچ کانفلیکت اتفاق نیفتاد، بر همین اجازه داد که من جابجا بشم و تغییراتم با خودم بیارم. پس این شد سناریو اول، این سناریوی که اینجا نوشتم. چجوری جا به جا میشه ها؟ این سناریو اول. حالا بریم شما سناریو دوم. من اولی برگردم روی سویش کنم روی در حقیقت گیرین، کامیتم بزنم. change back color to green. چیزی اشتباه نوشتم؟ آره یه ام اضافه گذاشتم، همیشه این کارو میکنم. خب الان تغییرات اینجا کامیت کنم تو گرین. الان اگه برگردم توی مسته تغییرات دیگه نمیبینم. میبینید سایت برگشت رو همون نسخه قبلی. چرا؟ چون تو اون شاخه من کامیت کردم، اونجا دیگه موند، تغییراتی دیگه نبود که با خودم بخوام بیارم. حالا بریم سراغ سناریو دوم. تو سناریو دوم من تو شاخه مستر یه تغییری توی میدم، یا بذار تغییر دفعه تو ایندکس بدم، ایندکس دیگه میل بدم. مثلا اینجا یه دونه از اینا میذارم، مثلا میذارم گیت مثلا کورس. خب یه تغییری دادم، تغییرم هم کامیت میکنم گیت کامیت داش ای ام
مثلا میزنم که edit website title. خب این تغییرات داشت. حالا بیش سویچ بکنم یه دونه برنچ جدید. git switch dash c مثلا اسمش رو چی بذاریم؟ new مثلا بذاریم header. اسمش رو میذارم header. مهم نیست. تو این header من میرم دوباره روی این ایندکس HTML کار میکنم. خب مثلا میگم که من اینجا تصمیم گرفتم یه تایتل دیگه اینجا ادیت اضافه کنم تو تایتلم یا قسمت جدید. مثلا بنویسم GitHub یا مثلا اینجوری تغییر بدیم git and github. خب یه همچین تغییری دادم. حالا من کامیت نمی کنم، میخوام برگردم مستر ببینم اجازه میده یا نه. بهم اجازه داد؟ نه بعد اجازه میداد، چون من دقیقا یک فایل رو تو دو جا تغییر دادم. خیلی جالب بود. یکی تستاتوس بزنم. چرا اجازه داد؟ این بعد اجازه نمیداد چون کانفلیکت اتفاق میفته. خیلی اتفاق جالب افتاد. من یه بار دیگه سویچ کنم روی در حقیقت هیدر. و این دفعه کامیت کنم. حالا دوباره بیام تو مستر. برگشت همون نسخه قبلی. این باید کانفلیکت میداد، نباید اجازه میداد من جابجا بشم، چون همین فایل رو من تغییر داده بودم سمت خود مستر. بذار یه بار دیگه سناریو رو main.css بریم. من اینجا یه تغییر تو مستر میدم، مثلا h1 همو رنگش رو میکنم رد. خب اینو کامیتش کنیم. حالا بریم سراغ یه برنچ دیگه. من سویچ کنم توی هدر. اینجا هم بیام این تغییر رو بدم. اینجا H1 رو کالرش رو بکنم گرین. ولی کامیت نمی کنم، میخوام برگردم تو مستر. آها حالا بدا. عجیب بود دفعه قبل این کارو نکرد و جلو منو نگرفت، ولی خب این دفعه گرفت. چی میگه؟ میگه شما یه تغییراتی دادید که برگردید دقیقا توی مستر بعد اوورایت میشه. چرا؟ چون یه چیزو تغییر دادید. دو تا راه هر جلو پام گذاشته. میگه یا کامیت کن تغییراتی که دادی و خب این که هست، یا استش بکن. استش اینجا چه کمکی من میکنه؟ یه مواقعی از شما یه فایلی روش کار کردید، به هر دلیل میخواد برنچتون عوض کنید، برید روی فایل دیگه هم کار بکنید، ولی نمیخواید اون تغییرات رو فعلا کامیت کنید. خب نمیخواید تغییرات رو کامیت کنید. از طرفی هم وقتی میخواد برنچ عوض کنید نمیخواید اتفاقی بیفته. اینجاست که استشینگ میاد بهتون کمک میکنه. یه حالتیه که میاد اون در حقیقت تغییرات که دادید رو میبره توی یه حالت پاوزی، مثلا نگهشون میداره، میگه اوکی تو برو کارتو بکن، من اینا رو نگه داشتم پیش خودم. مثل اینو که شما توی مغازه دارید خرید میکنید، وسط خرید هستید، تصمیم میگید بدید مغازه دیگه. فروشنده میگه نگران نباش، من خریداتو نگه میدارم تو همینجا، تو برو مغازه دیگه خریداتو بکن، برگرد پیش خودم. خب اینا مثل همونه. بریم بیام جلسه بعد بیام صحبت کنیم که اصلا استشینگ یعنی چی. فعلا خدافظ.